در آستانه شهادت پیامبر خدا صلی الله علیه و آله، حرم مطهر امیرالمومنین علی علیه السلام سیاه پوش شد. آستان مقدس علوی در هفته بزرگداشت شهادت پیامبر خدا صلی الله علیه و آله خود را برای میزبانی از میلیون ها زائر این مکان مطهر آماده می نماید. وزارت برق عراق از خروج از قطع برق برنامه ریزی شده در نجف اشرف طی ایام زیارتی پیش رو خبر داد. بر اساس این تصمیم قرار است برق شهر مقدس نجف به صورت 24 ساعته برقرار باشد و قطع نگردد. در هفته بزرگداشت شهادت پیامبر خدا صلی الله علیه و آله میلیون ها زائر با پای پیاده و یا به روش های دیگر خود را به نجف اشرف می رسانند تا بار دیگر با امام خیش به عنوان اول خلیفه و جانشین رسول خدا بیعت نمایند. حوزه سید الشهدا علیه السلام از مراکز مرتبط با بیت آیت الله العظمی سید صادق حسین شیرازی در شهر مقدس کربلا کماکان میزبان زائران اربعین حسینی است. این حوزه همه ساله از ابتدای ماه صفر در تأمین محل سکونت زائران اربعین کوشا بوده و با توجه به کم شدن موکب‌های خدمت رسانی به زائران در شهر مقدس کربلا، خدمات خود را به زائران، خصوصاً زائران افغانستانی، تا آخرین روزهای ماه صفرالاحزان ادامه می‌دهد. یک نظرسنجی نشان می‌دهد که از هر سه مسلمان در آسیای جنوب شرقی یک نفر خود را مذهبی تر از والدینش در همین سن می‌داند. بر اساس این تحقیق جدید در میان کشورهای مسلمان در جنوب شرقی آسیا تنها 21% از 250 میلیون مسلمان منطقه می‌گویند که کمتر از والدین خود مراقبت مذهبی دارند، در حالی که 45% خود را به همان اندازه مؤمن می‌دانند. بر اساس این گزارش، برای مصرف کنندگان مسلمان حلال یا مجاز بودن یک محصول مهمترین عامل هنگام خرید است. جمعی از زائران پاکستانی یک تاج قیمتی با روکش طلا را به حرم حضرت زینب سلام علیها تقدیم کردند. آستان مقدس زینبی در صفحه فیسبوک خود تصاویری از این زائران پاکستانی در حال تقدیم این تاج را منتشر کرده. این تاج با روکش طلا و سنگ‌های قیمتی برای اهدا به حرم حضرت زینب کبری سلام الله علیها در فرانسه ساخته شده است.